درود بر شما، محمد شفیع هستم از مجموعه پی ال سی وان. با ادامه آموزش پی ال سی دلتا در خدمت شما هستیم. خب در اینجا میخوایم برنامه یکی پس از دیگری رو با تایمر انجام بدیم و یک ورودی. ببینیم، من یه ورودی X0 دارم، با این میخوام سه تا خروجی رو فعال بکنم. X0 هم که فعال کردم، سه تا خروجی غیر فعال بشه. خب من X0 رو که زدم میگم ست کن وای 0، خب خروجی اول فعال بشه. بعد خط بعدی میگم خب حالا که وای 0 فعال شد، تی ام آر کن تی 0 کای، مثلا یه ثانیه که حالا مشخص میکنیم، مثلا کای 50، 5 ثانیه. بعد از 5 ثانیه لود کن تایمر 0، تایمر 0 اگر فعال شد ست کن وای 1، وای 1 رو فعال کن. بعد میگم لود کن وای 1، حالا که وای 1 فعال شد تی ام آر کن تی 1 و کای دوباره 50، لود کن تایمر 1، تایمر 1 که فعال شد ست کن وای چند، وای 2. درسته؟ خب حالا اینو با هم دیگه اجرا میکنیم ببینیم چی شد. خب من میام وای 0 رو فعال میکنم، ببینید. خب وای 0 رو فعال میکنم، وای ببخشید ایکس 0 رو فعال میکنم، وای 0 رو فعال میکنه. بعد از 5 ثانیه وای 1 فعال میشه و بعد از 5 ثانیه وای 2. وای 0 هم که میزنم همه ریسیت میشه. یه بار دیگه ایکس 0 وای 0 رو فعال میکنه، وای 0 لود میکنه تایمر رو، 5 ثانیه میشموره، وای 1 رو فعال میکنه. حالا وای 1 با تایمری که اینجا 5 ثانیه هست، بعد از 5 ثانیه میاد وای 2 رو چیکار میکنه؟ ست میکنه. خب حالا در حین شمارش تایمر اگر من وای 0 رو بزنم چه اتفاق میفته؟ بازم همه تایمرها و خروجی هایی که فعال هستن غیر فعال میشه. شاید اینجا گفته بشه که چرا تایمرها رو ریست نکردیم؟ به خاطر اینکه انیبل تایمرها چی هستن؟ انیبل دوتا تایمرها خروجی ها هستن. وقتی خروجی غیر فعال میشه دیگه، خب تایمر هم به هر حال ریسیت میشه دیگه. ببینید این که داره میشموره، مثلا توی شمارش تایمر دوم من ریسیت میزنم. ببینید چون ورودی و انیبل تایمرها غیر فعال میشن، خب خروجیشون هم، خود تایمر هم در واقع ریسیت میشه و دیگه نمیتونه به شمارش خودش ادامه بده. خب اینم از یکی پس از دیگری با تایمر.